از کارتاژ تا قیروان. بر کرانه دریای مدیترانه در شمال آفریقا، کوچکترین کشور شمال آفریقا، تونس قرار دارد که کشوری عربی و مسلمان با سابقه درخشان تاریخی است. تونس از سوی غرب با الجزایر و از سوی شرق و جنوب با لیبی هممرز است. از شمال و مشرق به دریای مدیترانه، از جنوب شرقی به لیبی و از مغرب به الجزایر محدود می شود. مساحت آن 164,150 کیلومتر مربع و پایتخت آن شهر تونس است. نژاد مردم تونس سامی و بربر بوده و به زبان عربی صحبت می کنند و اکثریت آن مسلمان می باشند. نوع حکومت تونس جمهوری و اساس اقتصاد آن مبتنی بر کشاورزی و ماهیگیری است و صنایع دستی در منطقه ساحلی آن رواج دارد. مردم تونس اصالتاً بربر هستند. تونس گروه‌های قومی متنوعی از مهاجران را پذیرفته است، از جمله فنیقی‌ها، سیاه‌پوستان آفریقایی، آسیایی‌ها، یهودیان، رومی‌ها، واندال‌ها، اعراب، پناهندگان مسلمان اهل سیسیل و اسپانی‌ها و همچنین ترک‌های عثمانی و فرانسوی‌ها. آوارگان مسلمان سیسیلی بعد از اینکه سرزمینشان در 1091 میلادی به تصرف پادشاهان نورمن درآمد، در تونس اقامت گزیدند. عمده‌ترین مهاجرت در دوره اسلامی به تونس مهاجرت مسلمانان اسپانیایی بود که بعد از سقوط اشبیلیه در اسپانیا در 1248 میلادی آغاز گردید و در اوایل قرن 16 میلادی تبدیل به مهاجرتی چشمگیر شد. در طول این مدت قریب به 200,000 مسلمان اسپانیایی در منطقه کنونی و در شمال تونس ساکن شدند و آداب و رسوم شهری و فنون پیشرفته کشاورزی و آبیاری را به این سرزمین وارد کردند. این تنوع قومی هنوز در تنوع اسامی خانوادگی در تونس نمایان است. در پایان قرن 12 میلادی به تکمیل جریان عربی کردن فرهنگ تونس توجه جدی شد. تا کنون نیز زبان رسمی تونس عربی باقی مانده است. کمتر از 1% جمعیت تونس در جنوب جزیره جربا، متمته، الدوویرات و شننی هنوز به زبان بربری صحبت می کنند و فرانسه دومین زبان اصلی و زبان مطبوعات و آموزش و مکاتبات اداری است، اگرچه رسانه‌های تونس از عربی استفاده می‌کنند. اکثر تونسی‌ها به زبان محاوره خود سخن می‌گویند که 3 گویش دارد: گویش شهرها، گویش روستاها و شهرک‌ها، گویش بادیه نشینان.
اسلام دین رسمی تونس است و بیش از 99% جمعیت مسلمانند. بیشتر مسلمانان مالکی مذهب و اندکی نیز حنفی مذهبند. چند هزار عبازی مذهب در جزیره جروا ساکن هستند. اقلیت‌های یهودی و مسیحی نیز در تونس وجود دارند. در همسایگی تونس بقایای کارتاژ بر ساحل زیبای مدیترانه که امروزه به صورت ویران شده است به چشم می‌خورد. کارتاژ یا قرطاجنه یکی از بلاد شمالی آفریقا بود که در حدود 880 قبل از میلاد جمعی از مهاجرنشینان فنیقیه بنا نهادند. بنابر روایات کهن دیدون شوهر خواهر پیگمالیون پادشاه سور از آن شهر گریخته به سواحل شمالی آفریقا آمد و از مردم آنجا برابر پوست گاوی زمین خرید. سپس آن پوست را با مقراض باریک ببرید و از آن تسمه‌ای طویل پدید آمد و زمین وسیع را با آن تسمه احاطه کرده بدان تدبیر متصرف شد و در آنجا قلعه‌ای به نام کارتاژ بنا نهاد. محیط شهر کارتاژ در دوران عظمت قریب 5 فرسنگ بوده است. شهر مزبور 5 دروازه داشت و دارای 2 بندر مهم تجاری و نظامی بود و در بندر نظامی آن بندر کاتون 220 کشتی جای می گرفت. از سال 880 قبل از میلاد تا 480 که در این زمان شهر مزبور با طوایف آفریقایی در زد و خورد بود و سرانجام آنان را مطیع خویش ساخت، از 480 تا 264 که در این مدت کارتاژ جزیره سیسیلیا را تصرف کرد. از 264 تا 146 دوره جنگ‌های روم و کارتاژ است. علت عمده ظهور جنگ‌های روم و کارتاژ توجه رومیان به جزیره سیسیلیا بود که مردم کارتاژ تصرف کرده بودند. نخستین جنگ آن دو شهر در جزیره مزبور روی داد و سپاهیان روم به سرداری اپیوس کلودیوس در آن جزیره به فتوحاتی چند نائل آمده و از آنجا به آفریقا حمله بردند و رکولوس سردار دیگر روم در حوالی کارتاژ چندین شهر را بگرفت، لکن عاقبت از گزنتیپ سردار لسدمونی که در خدمت کارتاژ بود شکست یافته و گرفتار شد.
در نتیجه رومیان از جنگ آفریقا چشم پوشیده سپاهیان خود را در سیسیلیا جمع کردند و سرانجام بر لشکریان کارتاژ غالب شده و جزیره مزبور را از دست تصرف ایشان بیرون آوردند و به موجب معاهده‌ای که در 240 قبل از میلاد بین طرفین منعقد شد، کارتاژ علاوه بر جزیره سیسیلیا متقبل شد که در ظرف 10 سال مبلغ 2200 تالان بروم بپردازد. کارتاژ به عنوان یکی از بزرگترین پایتخت‌های تجاری مدیترانه بود. مهارت آنها در کشتی‌سازی و بندرگاه‌ها در کشتیرانی و صیادی و تجربیات دریانوردی بی‌نظیر بود. دریانوردان فنیقیه‌ای مهارت عبور از طوفان‌ها و جهت‌یابی در شرایط مختلف را با استفاده از بادبان‌ها داشتند. کارتاژ‌ها به زمین علاقه داشتند و بهترین کشاورزان بودند. انواع محصولات کشاورزی از جمله زیتون، انگور، گندم و دیگر نیازهای مردم را تولید می‌کردند. آنها در پرورش اسب و دام هم مهارت داشتند. کارتاژ‌ها هیچ گونه تمایلی به جنگ نداشتند و مایل بودند اختلافات را با گفتگو و توافق و امضای توافقات برطرف کنند و در تحقیقاتی که انجام شده نشان می‌دهد که کارتاژ‌ها برای ممانعت از جنگ و راه حل‌های صلح‌جویانه تلاش می‌کردند، اما گاهی اوقات نیز به جمع‌آوری مردان مسلح و اسلحه برای دفاع اقدام می‌نمودند، زیرا در حوزه مدیترانه علاقه‌مند به آزادی فعالیت تجارتی بودند و آن را لازم می‌دانستند، چون در همسایگی شهرهای یونانی و سیسیلی و همچنین شهرهای رومی قرار داشتند. کارتاژ‌ها به آموزش ادبیات و هنر به فرزندانشان علاقه‌مند بودند. انواع هنر در کارتاژ رایج بوده و هنر رزمی نیز از جمله هنرها بوده است که هانیبال سردار معروف کارتاژ و برادرانش به این هنرهای رزمی علاقه‌مند بودند و در آموزش‌های نظامی مهارت داشتند. پیشینه زیستن انسان در تونس به دوران سنگ حدود 200,000 سال پیش باز می‌گردد. در حدود 8,000 سال پیش مردمانی از سوی شرق به سرزمین تونس کوچ کردند که شناخته شده ترین آنان کاپسی ها بودند. شیمی کربن استخوان‌ها و ابزارهایی که در حفاری‌های باستانشناسی شهر قفسه یا کاپسای باستانی یافته شده‌اند نشان می‌دهند که این مردم تا هزاره 5 پیش از میلاد مسیح در جنوب تونس زیستند. تا هزاره 3 پیش از میلاد اقوامی از سیره‌های گوناگون از جنوب اروپا به این سرزمین کوچیدند. گمان می رود بربرها از نوادگان ایشان باشند.
فرهنگ ایران نیز در تونس نفوذ داشته است. نفوذ کامل ایران از دوره اغلبیان آغاز شد که هارون رشید حکومت افریقیه را به ابراهیم ابن اغلب سپرد. وی همراه با لشکریانی عمدتاً خراسانی در افریقیه ساکن شدند و فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی را در این مناطق رایج ساختند. دومین مقطع تأثیرگذاری ایرانیان بر فرهنگ تونس هنگام ضعف امرای سنهاجی در اوایل قرن ششم هجری قمری در افریقیه بود. در این دوره امرای مستقلی فرمانروایی می‌کردند، از جمله بنو خراسان که ایرانی تبار بودند و شهر تونس را مرکز اداری و سیاسی خیش قرار دادند. در مدرسه زیتونه و مدرسه صادقیه این شهر تا قرن هفتم هجری قمری و قبل از تحت الحمایه شدن تونس زبان فارسی تدریس می شد. امروزه نام چندین خیابان اصلی شهر تونس، نام شعرا و فیلسوفان بزرگ ایرانی همچون خیام، حافظ، مولوی، ابن سینا، فارابی و رازی است. تونس به لحاظ واقع شدن در مسیر تمدن‌های مختلف از نظر کسب علوم و فنون مختلف دستاوردهای زیادی داشته و دانشمندان بزرگی نظیر ابن خلدون تربیت نموده است. ابن خلدون ایرانشناس و فیلسوف و جامعه شناس معروف، تحصیلات خود را از جامعه زیتونه آغاز کرد و منزل مسکونی وی هنوز در نزدیکی این مسجد باقی است. و مجسمه وی در کنار دروازه ورودی بازار سنتی و مسجد مذکور در خیابان حبیب بورقیبه یاد و خاطره وی را زنده نگه داشته است. ابن خلدون نامی آشنا برای جهان علم و سیاست، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه قائل به برتری عصبیت اعتقادی بر عصبیت قومی و ساده زیستی و بادی نشینی بر شهر نشینی و تجمل گرایی است. این میراث فرهنگی و دینی همچنان در تونس امروز باقی است. جای اول کتاب معروف اوست که مقدمه نام دارد. مؤلف در این کتاب فلسفه تاریخ ایران و آثار قوت و ضعفی که در آن راه یافته و ریشه های تمدن ایرانی را روشن ساخته و از تأثیر تمدن ایرانی در دیگر تمدن‌ها یاد کرده است. مثلا یک باب از کتاب مقدمه به دانشوران اسلامی اختصاص یافته که بیشتر آنان ایرانی بودند. بنابراین قرن‌هاست که به همت ابن خلدون تصویری روشن از ایران در اختیار تونسی‌ها قرار گرفته، تصویری که روشنگر سرزمین و ملت و تاریخ و تمدن و علوم و ادبیات هنر ایران است و این تصویر پیوسته مورد مطالعه نسل‌ها یکی پس از دیگری بوده است، یعنی شش قرن کامل ادامه یافته است. در سده هفتم میلادی اعراب مسلمان
حملات خود را به تونس آغاز کردند. ایشان سرانجام به فرماندهی عقبت ابن نافع بخش‌هایی از سرزمین تونس را گشوده و شهر قیروان را ساختند. حسان ابن نومان تونس را به طور کامل فتح کرد. در سده نهم میلادی اغلبیون و غالبه که از قبیله بنی تمیم بودند به فرماندهی ابراهیم ابن اغلب از سوی خلفای عباسی به حکومت تونس رسیدند. از جمله اماکن دیدنی شهر تونس، شهر کوچک و قلعه مانند سیدی بوسعید است که در مرتفع‌ترین نقطه حاشیه کارتاژ در دوران فنیقی‌ها یا رومی‌ها ساخته شده و مشرف به دریای مدیترانه است. کارتاژ‌ها از این مکان به عنوان قلعه‌ای در مقابل حملات خارجی و همچنین به عنوان محل هدایت کشتی‌ها به بندر کارتاژ به دلیل وجود مناره بلند آن در شب استفاده می‌کردند. این شهر ابتدا جبل المنار نام داشته که پس از اقامت سیدی بوسعید در دوران حفظی‌ها به این نام نامیده شده است. سیدی بوسعید از صوفیان معروف بوده که جهت ریاضت و عبادت به این محل آمده و پس از مرگ در همین جا دفن شده است. مسجد الزیتونه پس از مسجد قیروان دومین مسجد در آفریقا به شمار می رود که علاوه بر انجام فرایض الهی پایگاهی بود که در آن تبادل اطلاعات و جدیدترین مباحث علمی را انجام می دادند. این مسجد از ابتدای تأسیس به صورت بزرگترین حوزه علمیه به تعلیم قرآن، حدیث و علوم اسلامی پرداخت و از جمله بسیاری از تألیفات علمی مسلمانان ایرانی در رشته‌های تفسیر، حدیث، بلاغت، اصول عقیده و ادبیات از همان آغاز تأسیس مسجد در آن تدریس شده است. در واقع دایر شدن کرسی زبان فارسی در تونس از همین جا ناشی شده و به طور رسمی از سال 1878 در مدرسه صادقیه آغاز گردیده و همکنون در دانشگاه زیتونه تدریس می شود و به این ترتیب جامعه زیتونه به محل اقامه نماز جمعه و جماعت و برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی و قرائت قرآن و ختم حدیث در ماه رمضان تبدیل شده که غالباً با حضور مقامات عالی رتبه کشور و به منظور تکریم و تمجید این پایگاه اسلامی برگزار می شود. مسجد الزیتونه سومین مسجد در جهان اسلام به شمار می رود که مساحت مستطیل شکلی دارد. در جهت جنوب آن حیاطی قرار دارد و در سمت غربی مسجد گلدسته‌ای موجود است که زیبایی و تزیینات آن از داخل و خارج مسجد قابل مشاهده است و ارتفاع آن به 43 متر می‌رسد.
قیروان در مرکز تونس و به فاصله 150 کیلومتری از شهر تونس واقع گردیده و مرکز استان قیروان حدوداً دارای 500 هزار نفر جمعیت است و جمعیت خود این شهر حدود 100 هزار نفر است. این شهر به لحاظ فاصله ای که با دریا محل ناوگان بیزانس ها و سوی دیگر با کوههای غرب و محل سکونت بربرها داشته، به عنوان محل مناسب برای پادگان نظامی و خط احتیاط سپاه اسلام توسط عقبه بنا شده است و به همین جهت گفته می شود نام اول آن کاروان، یعنی محل بارانداز قافله ها و سربازان بوده و پس از توسعه و تبدیل آن به شهر معرب گردیده و قیروان نامیده شده است. البته این ادعا با توجه به حضور سربازان ایرانی در این منطقه از سالهای اولیه ورود اسلام خالی از صحت نیست. به روزگار فرمانروایان اقالبه، سپاه خراسانی در سرزمین تونس میزیست که یا از خراسانیان اصیل بودند و یا از تازیانی بودند که در خراسان مقیم گشته و احیانا در آنجا زاده شده بودند و از این رهگذر خراسانی یا ایرانی به حساب می آمدند. باید دانست که تعداد سپاهیان خراسانی که به تونس آمده بودند 30,000 بوده در برابر 10,000 سپاهی تازی و فرماندهان این سپاه در قرن‌های دوم و سوم هجری نیز خراسانی بودند. آن روزگار در تونس حتی والی خراسانی بر سر کار بود. فرش بافی در تونس مانند بسیاری از کشورهای دیگر در واحدهای خانگی شکل گرفته است. اکثر بافندگان دختران جوان هستند. البته تنها قسمتی از بافندگان به طور دائم همیشگی و تمام وقت به قالی بافی می‌پردازند. اغلب بافندگان فرش در تونس به خاطر پایین بودن مزد جذب صنایع دیگر می‌شوند و همین علت میزان تولید به نسبت تعداد فرش بافان پایین است. طبق قوانین کار در تونس، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی باید از همکاری کودکان در فرش بافی خودداری نمایند. ولی به دلیل خانگی و روستایی بودن اکثر واحدها، این کار عملاً ممکن نشده است. فرش بافی در تونس سابقه زیادی دارد. ربیعه یا فرش که با سپاه خراسانی که امیران ایرانی بودند به تونس آمد و از فرش‌های بربری و بیزانتی اثر پذیرفت و پس از آن به راه خود رفت و شخصیتی خاص پیدا کرد و از روزگار اقالبه درهای بازار جهانی به رویش گشوده شد و برخی از محققان نیز معتقدند که آغاز فرش بافی در این کشور به عهد تسلط ترکان عثمانی مربوط می شود. فرش بافی در اقصی نقاط کشور تونس توزیع شده است، ولی مرکز عمده تولید فرش این کشور پایتخت قدیمی آن شهر قیروان می باشد که در گذشته های دور فرش بافی در آن رواج داشته و در حال حاضر نیز رواج دارد و معتبرترین فرش های این کشور در آن بافته می شود. کمبود پشم و مشکل دسترسی به آن یکی از مهمترین مشکلات تولید فرش در تونس می باشد. پشم داخلی این کشور از نظر کیفیت چندان مناسب فرش بافی نیست و اکثرا با پشم وارداتی مخلوط می گردد. پشم بیشتر از کشورهای فرانسه، انگلستان و از زلاند نو وارد می گردند. در این کشور اداره ملی صنایع دستی نقش کلیدی در تشکیلات تولید فرش و کنترل های کیفی بر آن دارد و
حدود یک سوم از کل تولید و صادرات فرش توسط این اداره صورت میگیرد و بقیه در دست بخش خصوصی است. رواج فرش بافی در تونس در عهد ترکان عثمانی موجب گردید فرش های تولیدی در این کشور بر مایه نقشه های آذربایجانی و ترکی باشند که به مرور زمان تغییر و تحول در آن ایجاد شده است. مواد رنگی مورد نیاز فرش های تونسی به مقدار زیاد از خارج تامین می شود. بنابراین ماده اصلی رنگرزی در فرش های تونسی مواد شیمیایی می باشد. صنایع دستی تونس یکی از فعالیت‌های حرفه‌ای این کشور است که در مقاطع مختلف تاریخی تحت تأثیر قرار گرفته است. تمام این تأثیرات در دوره‌های مختلف سبب شده‌اند که تنوع صنایع دستی در این کشور فراوان باشد. از دیگر آثار تاریخی شهر قیروان مقبره صحابی و آرایشگر پیامبر گرامی اسلام ابی زمعه بلوی است و بر اساس سندی که در محل این مقبره وجود دارد وی حامل نامه پیامبر اسلام به پادشاه وقت مصر بوده و در مسیر بازگشت در این شهر رحل اقامت افکنده است. يعني هذا يعني مقام صحابي جليل اسمه أبا زمعة البلوي. في هذا المكان توجد ثلاث شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل استشهد سنة 34 هجري قبل مجيء عقبة بن نافع إلى القيروان. رسالة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ختمه الشريف، هذا ختم النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله محاتب ابن أبي بلعة إلى المقوقص عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام. فحوى رسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى المقوقص عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك ما يوجع القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أو بينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وليتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فاشهدوا فقولوا بأننا مسلمون. وهذا ختم النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. This is the stamps of رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناكحوا وتناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال كذلك الرسول إن هذه المناسبة السعيدة هي زواج أسرنا. آمين. اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. We'll be right back.
مسجد عقبت ابن نافه مسجدی با قدمتی تاریخی که در سال 55 هجری در شهر قیروان تونس ساخته شد که با گذشت زمان و در مراحل مختلف تاریخ اسلام ضمن تغییرات بسیار با تزیینات زیبا آراسته شد به گونه ای که اینک یکی از آثار باستانی و مفاخر مهم جهان اسلام به شمار رفته است و الگویی برای ساخت مساجد آفریقایی است. مسجد عقبت ابن نافه منصوب به عقبت ابن نافه از رهبران ارتش عرب و از فاتحان صدر اسلام است که در زمان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد به دنیا آمد و با امرعاص مصر را فتح کرد. وی در زمان خلافت معاویه والی آفریقا شد و شهر قیروان در تونس را بنا کرد و مسجد عقبت ابن نافه را در سال 55 هجری ساخت. مساحت مسجد در ابتدای امر بسیار کوچک بود و سقف آن بر روی ستون‌ها به صورت مستقیم قرار داشت، اما با گذشت زمان و با اهتمام خلفا و امرا در مراحل مختلف تاریخ اسلام تغییرات زیادی در آن ایجاد کردند تا اینکه امروزه به عنوان یکی از آثار باستانی و مفاخر مهم جهان اسلام به شمار می‌رود. شکل خارجی مسجد به گونه ای است که بیننده تصور می‌کند دژی مستحکم در اطراف این مسجد قرار دارد و از آن حفاظت می‌کند. اولین کسی که پس از عقبت ابن نافه مسجد جامع را ترمیم و بازسازی کرد حسان ابن نومان قسطانی بود که همه مسجد جز محراب آن را تخریب کرد و در سال 80 هجری مسجدی با ستونها و زیرساختهای بسیار مستحکم بنا نمود. در سال 105 هجری هشام ابن عبدالملک پادشاه اموی از والی خود در قیروان خواست تا بنای این مسجد را توسعه دهد. والی قیروان نیز زمین شمالی مسجد را خرید و به آن زمینه کرد و به صحن مسجد افزود. همچنین مکانی برای وضوء اختصاص داد. سپس گلدسته‌ای برای مسجد در بخش دیوارهای شمالی آن کنار چاه جلال ساخت. پس از گذشت 50 سال، یعنی در سال 155 هجری، یزید ابن حاتم در آفریقا به اصلاح، بازسازی و تزیینات مسجد اقدام کرد. در سال 221 هجری زیادت الله ابن اغلب دومین پادشاه اغلبی ها به تخریب بخش هایی از این مسجد پرداخت و علاوه بر توسعه آن به ارتفاع سقف آن نیز اقدام کرد. سپس قبه تزیینی با سنگ های مرمر بر استوانه محراب ساخت. وی در صدد بود تا محراب را تخریب کند، اما فقهای قیروان به او اعتراض کردند. از این رو وی محرابی جدید با سنگ مرمر و با تزیینات بسیار زیبا بنا کرد. در سال 248 هجری احمد ابن محمد اغلبی به تزیین منبر و دیوار محراب با سنگ ها و آجرهای تزیینی اقدام کرد. در سال 261 هجری نیز به توسعه صحن مسجد و ساخت قبه باب البحر پرداخت.
در این مرحله مسجد به زیباترین درجه زیبایی خود رسید. در سال 441 هجری موعظ ابن بادیس به ترمیم مسجد و تجدید بنای آن اقدام کرد و در ساخت آن از هنر معرق‌کاری بهره جست که تا امروز در کنارهای محراب مسجد وجود دارد. پس از جنگ حلالیه حفصی ها به تجدید بنای مسجد اقدام کردند. مسجد امروز مقیاس‌های اولیه‌ای که ابراهیم ابن احمد اغلبی تعیین کرده بود را حفظ کرده است، به گونه ای که طول زمین مسجد 126 متر، عرض آن 77 متر، طول نمازخانه 70 متر، عرض آن حدود 38 متر، طول صحن 67 متر و عرض آن 56 متر است. بنابراین نمازخانه مسجد تقریبا نیمی از مساحت مسجد را در بر گرفته است. منبر مسجد از چوب‌های بسیار زیبا تزیین شده و با هنر معرق‌کاری مزین گشته است. در آن تزیینات هندسی و گیاهان بسیار زیبا تصویر شده است که به سال‌های 248 هجری باز می‌گردد. مسجد دارای 6 قبه است.
قبه مهراب که از قدیمی ترین قبه های ساخته شده در کشورهای آفریقایی است. قبه باب البحر که ورودی به صحن مسجد بوده و بسیار زیبا تزیین شده است. دو قبه که از ورودی نمازخانه در شرق و غرب ساخته شدند، قبه‌ای که در جهت غربی مسجد و قبه‌ای که بر بالای گلدسته قرار دارند، قبه‌های این مسجد را تشکیل می‌دهند. گلدسته مسجد عقبه از زیباترین گلدسته هایی است که مسلمانان در آفریقا آن را بنا کردند و همه گلدسته هایی که پس از آن در کشورهای آفریقایی ساخته شدند بر اساس این مسجد بود و جز در موارد نادر با آن اختلاف ندارند. گلدسته های این مسجد با دیگر گلدسته های مسجد تونس، الجزایر و کشورهای آفریقایی، همچنین گلدسته مسجد جیوشی مصر شباهت بسیاری دارد. گلدسته این مسجد دارای ویژگی خاصی است، به گونه ای که از سه طبقه که هر کدام به شکل مربع هستند تشکیل شده است که طبقه دوم کوچکتر از اول، طبقه سوم کوچکتر از دوم است. ارتفاع گلدسته ها به 31.5 متر می رسد. این گلدسته در دیوار موازی با دیوار قبله در دورترین بخش صحن قرار دارد. ظل طبقه اول که به صورت مربع است 5 متر با ارتفاع 19 متر است که 3.5 متر از این ارتفاع با سنگ‌های تراشیده شده تزیین شده است. بیرون قبه نیز با قطع سنگ‌های مستطیل شکل مانند قالب‌های آجر ساخته شده. طبقه دوم گلدسته با تاق‌های پیش در پیش ساخته شده که هر کدام با داشتن پنجره و اتاق‌هایی که درهای آن بسته است به مناره می‌رسد. در بخش بالایی در هر طبقه تزیینات خاصی انجام شده است. این بخش از نظر معماری بسیار بسیار مستحکم ساخته شده است. گفته می‌شود که این مناره‌ها یک بار ساخته نشدند. بخش اول آن که مستحکم‌تر است در دوران هشام ابن عبدالملک، بخش‌های دوم و سوم نیز بعدها تکمیل شد. معماری آن بگونه است که بخش زیرین با استحکام بیشتر توانایی نگهداری بخش‌های بالاتر را
در ادامه مسیر راهمان در جنوب شرقی تونس در نواحی متمته به ساکنینی برمیخوریم که از دیرباز در غارهایی که ایجاد کردند زندگی میکنند. مردم این مناطق از کوهستانها استفاده و در دل آنها منازلی حفر کردند تا از گرما و سرمای شدید تابستان و زمستان در امان باشند. مزیت منحصر به فرد این خانه ها در این است که در تابستان به خوبی سرد و در زمستان گرم می شوند. لذا این دو غارنشینی کاملا طی یک سری عوامل طبیعی و همچنین فرهنگی رقم خوردند. این معماری ساده کاملا با کوه‌ها و محیط پیرامون خود ادغام شدند، ولی امروزه ساختمان‌های آجری و سیمانی و گسترش روستاها به کوه‌پایه‌ها باعث رکود استفاده از این غارها شده است. غارهای حفر شده در دل کوه در نواحی یافت می‌شوند که لایه‌های ماسه‌ای سخت سالیان سال بسیار ضخیم شده. این غارها کلن رو به انقراض هستند و فقط در مناطقی بین متمته و بنی قداش یافت می شوند. مردم قبل از ساختن خانه های خود روی سطح زمین در غارهای حفر شده عمودی زندگی می کردند. اهالی متمته یک ضرب المثل قدیمی دارد که می گویند زنده ها زیر مرده ها زندگی می کنند، همانجا که ما هستیم. مردم برای حفر غارها در دل کوه اول سوراخ‌هایی به شکل چاه حفر می‌کردند. این سوراخ‌ها به شکل دایره یا مربع به شعاع 5 الی 10 متر بستگی به محل و نوع ماسه حفر می‌شد. لایه‌های ماسه‌ای معمولاً در عمق 2 تا 5 متر از سفتی کامل برخوردار نیستند و به همین لحاظ آنها مجبور بودند تا عمق بیشتری حفر کنند و به لایه‌های سفت‌تری برسند. آنها سپس مطابق با چاه اتاقی حفر می‌کردند و در بعضی موارد خاص دیوارها را با سنگ‌های کوچک می‌پوشاندند تا از فروریزی آنها طی باران‌های سخت جلوگیری شود. لایه‌های ماسه سفت هم باعث می‌شد تا سقف اتاق استحکام کافی داشته باشد. در مرحله بعد ورودی اصلی به خانه ساخته می شد و معمولاً به شکل دالانی غیر مستقیم در زیر زمین بود. در مرحله سوم یک یا چند اتاق در هر طرف از دالان اصلی و همسطح با آن حفر می شد. هر یک از اتاقها فقط یک ورودی داشتند و آن هم بدون در بود. هذه شومبة تاع نوم ترقد فيها اسم فاطمة بربرية، امرأة عمرها بريسك 116 سنة، لم توفت عندها 3 أشهر. أول دار بربري في متمتة القديمة، هذه هي الدار العادية البربرية عندها 3 أشهر اللي ماتت. كل أجانب يجوها يقعدوا وحدها، طيب لهم كسكسي بربري، معاونها الرئيس متاعنا، كل شيء حق الحمد لله. طول قبل ما فيش الماء، لما تصب المطر يستغلوا في المية يحطوها ستوك، ما كانش قبل ما كانش التيون تاع الماء سنترال وما كانش، يحطوا فيها هذه المية جرة اسمها جرة. هذاك تعرفش علاش قشور البرتقال لما يشيحوه يحطوه في البسيسة كيما الفارينة بسيسة نقولوا احنا الزميتة بسيسة متاع يشرب فيها البربري دقيق، وهذو يحطوا فيها المقرونة والشربة والتمر
يخنزوه يخبطوا التمر يخزنوه بالشهنين ثلاثة شهر حتى يجي رمضان. رمضان ياكلوا الدقلة ولا ياكلوا التمر مخزون. والستوك نتاع الكوجين نتاع عام كامل. شوف شي الغربال هذا الغربال اللي قلت لك عليه تاع البسيسة يعملوا فيه دقيق الفارينة باش يخدموا بها الخبز يخدموا بها التابونة يخدموا بها البسيسة. قبل كان تاع التابونة على الفحم تعرف الفحم إيه؟ على التابونة توا بون عملوا الغاز هذيك غاز صغيرة يعملوا فيها الغاز اینجا کارگاه سفالگری در جربا بزرگترین جزیره شمال آفریقاست که ما را پذیرای خود شدند. جربا از جزیره های کشور تونس است. مساحت آن 514 کیلومتر مربع است و در خلیج قابس در جنوب شرقی تونس واقع شده است. وردة الصحراء تسمى وردة الصحراء رز دو سابل. هذه في الصحراء ليس هنا على الحدود مع الجزائر. هذه طبيعيا مع عامل الهواء والريح والأملاح على مر السنين هكذا. لما كنت صغيرا أنا جدي يقول لي هذا الفضلات فضلات الجمل تأتي بهذا، لكن هذا مسحة فقط مسحة. هذا بأمور علمية معناها أمور علمية هذا على مر الزمن الحرارة المرتفعة في الصحراء الحرارة المرتفعة في النهار والبرودة في الليل ومع الأملاح على مر السنين تعطينا هذا للزينة. ليس هنا إنه في الصحراء توزر أين الواحات للزينة ولكل شيء. هاي خد بالك الدرجة عالية شوية سوني مارش. نوع من الجبس هذا ليس طيب للعمل، لهذا ننزل أكثر لنجد طين بجودة أحسن. كويس. هذه هي الطين التي استخرجناها من الأعماق 15 متر هكذا. تبقى 5 أيام هكذا أحرر. نخلطها هكذا جيدا بالأيدي حتى نتحصل على العجينة على الطين. ثم نرى سنرى في المعمل طريقة الاستعمال. هذه بئر. بالنسبة للفرن لاحظت أنت للبيوت أين الطين كذا دائما الجهة الجنوبية لنستغل هكذا الشمس لنستغل دائما حرارة الشمس ولنبتعد عن الرياح وهكذا الرياح الباردة دائما موجودة الأبواب دائما جهة القبلة هكذا جهة القبلة لنستغل حرارة الشمس أكثر ما يمكن.
بالنسبة هنا، بالنسبة للفرن، هناك هناك معناها قسمان، قسم باطني في الأرض هذا للنار، لإشعال النار للحرارة، ثم سنرى في الأعلى القسم الثاني أين معناها أين الفخاريات الخزفيات شارجمو كومسا إتلاش. بالنسبة للفرن، بالنسبة للقطع، لقطع الخزف تستغرق، تستغرق 4 أيام، 3 أيام بالنخيل، بهذه جذوع النخل، جذوع النخل تعطينا حرارة قليلا قليلا، نسخن الفرن هكذا حتى تصل إلى 800 درجة. الآن هو مستعد حتى نعطيه درجة حرارة عالية بساعة في النخل هكذا. بعد 4 أيام، بعد 4 أيام نغلق الفرن ونتركه يبرد لأسبوعين. هذه التقنية، هذه التقنية التقليدية ليست في المدارس، تعلم في المدارس، هي من أب عن جد، نتعلمها من أب عن جد، كما يقال في الحليب، نشربها في الحليب، من الصغر نتعلم هذه الأشياء، ليست هناك مدارس. بالنسبة للفخار هنا في جربة، معناها من قديم الزمان، من عهد الفينيقيين، الفينيقيين معروفون في التاريخ، في كل البحر المتوسط هنا قطع الفخار، الفخاريات موجودة في الآثار في كل البحر المتوسط، كنا معناها معروفين جدا، معناها هنا سكان البحر المتوسط وخاصة جربة وهذه المناطق، مر الفينيقيون ثم القرطاجيون ثم الرومان، حضارات حتى جاء الإسلام تستعملها لكل الأشياء، للشاي، شاي عندكم في بلاد تقال بلاد فارس، إيران وباكستان وهكذا، قهوة ثم لا ينسكب، شاي من الفتحة الأخرى لا ينسكب، نخلط جيدا حليب بالقهوة، هذا كذلك. تخيل نفسك في الصحراء وليس عندك نفذة من كلمة، جاء بدوي صغير وأعطاك هذا الكوب لتشرب، كيف تستعمله لتشرب؟ لا يجب أن تضيع أي قطرة ماء، إنه هناك فتحات كيف نستعمله. إذن هناك هكذا رأيت هنا الطريق، هنا فتحة، هنا ثم تذهب هنا وهكذا. مناطق تاتاوین و بنیخداش خصوصیتی مختص خود دارند به نام قصور. این بناها آثار به جای مانده انسان بر روی زمین می باشند و در سایت‌های بسیار گسترده‌ای یافت می شوند. از کوهستان‌های جبل گرفته تا دشت‌های جفارا، این گوناگونی مستقیماً با تاریخ انسان‌های این مناطق و رشد اقتصادی و اجتماعی آنها ربط دارد. کل تمدنی که برای چندین قرن نشانه‌های خود را در ناحیه جنوب شرقی تونس به جای گذاشته است، مستقیماً با قصور در ارتباط است. اول اینکه قصر در جمع قصور به معنای انبار قله می باشد. بعضی از قصورهای خاص را کالا یا قلعه می نامیدند یا به اصطلاح نوعی حالت نظامی. آنها از یک سری اتاقچه به نام قرفه در یک یا چند طبقه تشکیل می شدند و به دالان اصلی قصر راه داشتند. از بیرون غیر از درب اصلی هیچ ورودی دیگری دیده نمی شود
و در بعضی موارد قصورها با دیوارهای بسیار بلند به ارتفاع 10 متر شکل و شمایل قلعه دارند. قصورها در هر جا که ساخته می شدند همیشه با طبیعت پیرامون خود در ادغام بودند و انتخاب محل برای ساخت یک قصر همیشه با در نظر گرفتن ظرفیت و خصوصیات زمین مثل ستیق کوه یا ویژگی های دیگر انجام می شد و هیچ قصوری در محلی که در معرض سیل باشد ساخته نمی شد. قصورها در قله و نوک کوه ها به سختی قابل شناسایی هستند چون با ساختار و رنگ محیط اطراف خود کاملا یکی هستند. قصورها در اصل محلی برای انبار غله برای استفاده یک یا حتی چند قبیله بودند و چیزهای با ارزششان را در غرفه ها پنهان می کردند. قصورها به خاطر یک سری عوامل اقتصادی، تاریخی و اجتماعی و در محیطی خاص ایجاد می شدند و راه حلی بودند در مقابل شرایط آب و هوایی خصوصا خشکسالی. ساکنین باستانی این مناطق مجبور بودند برای رویارویی با دوران خشکسالی غذای خود را به نحوی محافظت کنند و بنابراین انبارهای قصور با معماری خاص محلی ایدئال برای این کار بودند تا مواد غذایی در شرایطی مطلوب حتی برای 7 سال سالم حفظ شود. قصرها با سیستم اقتصادی و سبک زندگی نیمه چادرنشینی آن زمان به خوبی تلفیق شده بودند. در این سبک زندگی حفاظت از محصولات غذایی و نگهداری از اجناس با ارزش در محلی امن و تحت مراقبت نگهبانان طی غیبت مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. بنابراین قصرها بهترین راه حل بود برای دور نگه داشتن اموال با ارزش از دست دزدان و غارتگران قبیله‌ای که امری عادی به حساب می آمد و در واقع همانطور که گفته شد قلعه انبار قلعه بود. قصورها در ضمن کاربرد دیگری هم داشتند و مربوط می شد به زندگی اجتماعی قبایل. آنجا مکانی بود برای ملاقات، برپای مجالس و انجام تجارت که رفت رفته به فضای باز کشیده و به محل داد و ستد تبدیل گردید. قصورها همیشه از یک طرح مشابه پیروی می کردن. دالانی که به غرفه ها می رسید، حال در یک طبقه یا 4 طبقه در کل. شکل دالان به خصوصیات مکان و اینکه چند اتاق و به چه بزرگی می شد ساخت بستگی داشت. دالان‌ها یا به شکل مربعی، مستطیلی یا نیمه دایره‌ای و یا بیزی شکل ساخته می‌شدند. دالان‌ها در کاربرد و عملکرد قصرها نقش مهمی داشتند چون قبل از انبار محصولات در غرفه‌ها به صورت موقت در آنجا نگهداری می‌شدند. ضمناً محلی بودند برای داد و ستد یا نگهداری حیوانات. در ضمن می شد از آنجا قصرها را گسترش یا غرفه های جدید ساخت. وجود بعضی قصرها با 2 دالان این امر را ثابت می کند. در این حالت دالان اصلی که به خارج راه داشته به دالانی دیگر با غرفه های جدید تر می رسد. غرفه واحد پایه قصر محسوب می شود. آنها در واقع اتاقک هایی بودند نیمه استوانه‌ای با دربی که به دالان باز می شود. ولی به بیرون دسترسی نداشتند. قلات که در منطقه به هرایی معروف است در بخش پایینی غرفه روی جدا کننده 50 سانتی متری انبار می شود. برای هوا دادن یا آویزان کردن محصولاتی از قبیل پنیر یا زیتون هم در بخش بالایی اتاق تیرچه هایی درون دیوار و سقف تعبیه می کردند. غرفه ها برای تهویه هوا دارای 2 سوراخ در دیوار بودند که حالت کوران ایجاد می شد. قصرهای روی زمین مرحله مهمی در تاریخ جنوب شرقی تونس به شمار می آیند چون آخرین دوره تکاملی هستند که از قله کوه‌ها به زمین‌های مسطح نزول کردند. در واقع فرانسوی‌ها مشوق پیدایش و گسترش قصرها به زمین‌های مسطح بودند
و این وضعیت جدید اجتماعی اقتصادی در اواخر قرن 19 رواج یافت. در این زمان روش جدیدی برای استفاده از زمین ظهور پیدا کرد. این موضوع در زمین‌های جنوب شرقی تونس به امری مهم و قابل گسترش تبدیل و در نتیجه تعداد زیادی از قصرها ایجاد شدند. این قصرها محل بسیار بزرگتری را اشغال می کنند و به یک هکتار هم می رسند. این قصرها غالبا از یک طبقه همکف و یک طبقه بالایی تشکیل می شوند. ورودی قصر از یک راهروی ساده و بدون درب ساخته می شود و در کل اینکه یک قصر روی زمین به منظور انبار قله ایجاد می شده است و در بعضی موارد هم آنها به مراکز محلی تبدیل شده. در ادامه مسیرمان در جنوب شرقی تونس به شهری باستانی برمیخوریم به نام شننی. این شهر باستانی که در نزدیکی خرابه های شهر دقیانوس میباشد در میان کوه ساخته شده است و به دلیل واقع شدن غار اصحاب کهف در پشت این کوه به مکانی مقدس و بعضاً توریستی تبدیل گردید. البته درباره تعیین غار اصحاب کهف باید گفت که غارهای مکشوفه امروز در دنیا که اصحاب کهف را بدان منتسب می دانند به چندین محل می رسد که تاکنون صحت آن به درستی ثابت نشده است. اما بومیان اینجا به دلیل خرابه‌های شهری رومی در نزدیکی که آن را شهر دقیانوس می‌دانند و تا به امروز نام خود را حفظ کرده است و همچنین وجود مسجد و قبوری در بیرون از غار که به یاد بود یکتاپرستان در اینجا موجود است، محل غار اصحاب کهف را در این محل می‌دانند. نقل است دقیانوس پادشاهی بود که با مؤمنان به دین مسیح از در دشمنی در آمد. در زمان حکومت او کسی جرأت نداشت تا به اعتقادات خود آزادانه عمل کند. اصحاب کهف به معنی صاحبان غار، 7 نفر از دوستان حق از ترس دقیانوس فرار و پناه به غاری بردند با سگی که همراه داشتند و در آن غار به امر خداوند مدتها خوابیدند و وقتی بیدار شدند باز خوابیدند و تا قیامت
در خواب خواهند.